شما دختردارا، شما خانوما، تو این در روزه محرم، تو این جلسه همین یه حرف بستتون باشه، همین. من به نظرم این فردا به بعدم دیگه نیایم کافیه. که پاپ اینو دل بدین به این حرف، سندش هم دارم تو خونم. پاپ از 7000 کشیش و کاردینال دعوت کرد واتیکان، رفتن. دستور کار جلسه این بود برای خاموش کردن چراغ اسلام نظریه بدیم. 7000 کشیش باسواد کاردینال، من انگلستان با یک کشیش صحبت میکردم، خیلی باسواد بود، خوبم شیعه رو میشناخت، مذاهب رو میشناخت، گفت من دکترای ادیان دارم. 7000 پیشنهاد داده شد برای کشتن اسلام. از 7000 پیشنهاد 700 تاشو به عنوان نخبه پیشنهاد گرفتن، مطالعه کردن، 70 تا پیشنهاد در آوردن، 7 تا پیشنهاد در آوردن، یه پیشنهاد تو این 70 قبول شد. بنا شد که کاملا خرج بکنن برای پیاده شدن این پیشنهاد و اون این که اگه میخواین چراغ دین خاموش بشه، تمام دختران و زنان مسلمان رو نیمه اوریان خونه ها بکشین بیرون و زمینه بسازین تو تمام ادارات، تو تمام فروشگاه ها، تو تمام شهرداری ها، تو تمام پارک ها، تو تیاره ها، تو قطار ها ولو بشن. همین که مردان مسلمان این پیکرها و قیافه های زیبا رو دیدن و رابطه برقرار کردن، دینشون هم بمیره، کم کم اسلام با بیهجابی کامل زنان نابود میشه. دختر دارا دستتون در نکن، دختر دارا واقعا خسته نباشید که با فکر کیا با دخترانتون در مقام کشتن اسلام بر آمدید. شما دولت ایرانم خسته نباشین که بیهجابی داره گستردگی کامل پیدا میکنه. شما دانشگاه ها خسته نباشین، شما دبیرستان ها خسته نباشین، شما کارگردانان این مملکت خسته نباشین. حالا تا ببینیم که ختم اسلام رو دید. واقعا خسته نباشید. دختر پیغمبر مظلوم تر از خانم هست، زینب کبرا مظلوم تر از خانم هست، من شما رو خدا الگو قرار نداده. کو پس کو حداقل این 4 تا چادر رو شما ها نگردارید، شما ها نگیم حجاب اسلامی، ما حجاب کفری هم داریم که اسم اسلام بقیدش بروشید. زنان رو تا مرز بی حجاب شدن کشیدید به عنوان حجاب اسلامی. بی حجاب ها رو بعد از انقلاب چادری نکردیم، چادری هامون هم بی چادر شدن. واقعا خسته دارم. قیامت چه خبره؟ شما کارگردانان،
شما حوزه‌های علمیه، شما آخونده، شما گویندگان، شما متدینای در بدنه دولت و دانشگاه‌ها. دردتون نمیاد که چه داره میگذره و چی داره میشه و کجا داریم میریم؟ و علن اسلام و سلام باید مجلس فاتحه بر دین بگیریم، عصر امام حسین. و علن اسلام و سلام تموم داره میشه دین، کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیتی به والله قسم طبق آیات قرآن قیامت از همه شما دولتی ها که بدنه حکومت ایرانی، از شما دانشگاهی ها، از شما حوزوی ها، راجع به ظهور این فساد و گسترده شدنش و حاکم شدنش سؤال خواهند کرد، جوابی هم نخواهند. هیچم لازم نیست خدا با انبیا و ائمه ما رو محاکمه بکنیم، چون محاکمه لازم نیست طرفیم، کافیه فقط و فقط ام البنین دو تا دست قمر بنی هاشم رو بیاره بگه این دو تا دست همونی بود که گفت والله این قطعتم یمینی اینی احامی ابدا انجیم. من این دو تا دست رو برای دین دارم. جواب بدید به من مادر داغ دیده، جواب بدید خون بچه منو، جواب بدید لا اله الا الله.